وبسایت نیجریه HUM آنجل مدیا با انتشار مقاله‌ای درباره شخصیت و اندیشه‌های ابن تیمیه که پدر معنوی بسیاری از اهل تسنن جهان از جمله گروهک‌های داعش، القاعده، طالبان، بوکو حرام، جند الله، جبهه النصره، جیش العدل، جیش الحر و بسیاری دیگر از گروه‌های مشابه است، به معرفی بیش از پیش چهره واقعی و تکفیری ابن تیمیه پرداخت. این وبسایت در مقاله خود نوشت فتواهای افرادگرانه ابن تیمیه علت اصلی رفتار و اقدامهای گروههای تروریستی و تکفیری در جهان اسلام و دیگر نقاط جهان است و همگان به این بحران مبتلا شدند. این مقاله که به زبان انگلیسی و به قلم علی و داهیرو نوشته شده افزود در دل بیشتر فتواهای ابن تیمیه قتل و تکفیر دیگران وجود دارد. گروه‌های تکفیری در همه کتابچه‌ها و جزوات خود که بین نیروهایشان توضیح می‌کنند، به فتواهای ابن تیمیه استناد می‌کنند تا از این طریق جنایت تروریستی خود را توجیه کنند و سیاق و سبقه دینی و مذهبی به آن بدهند. وی همچنین افزود ابن تیمیه صدها فتوا و کتاب با محتوای تکفیر دیگران از خود به جا گذاشت که همگی مخاطب را به کشتن دیگران دعوت می کند. علی و داهیرو در ادامه مقاله خود می نویسد ابن تیمیه در فتواهای خود بیشتر مسلمانان و همه شیعیان را تکفیر کرده و این فتواها موجب ریخته شدن خون میلیون ها نفر شده است. در همین راستا گفتگویی داشتم با حجت الاسلام و المسلمین درایتی و از ایشان پرسیدم تا کنون بارها ابن تیمیه عامل اصلی تکفیر و کشتار مسلمانان معرفی شده. آیا اسناد تاریخی این موضوع را تایید میکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. نسبت به این خبری که اعلام فرمودید، یه بخشی از این خبر درسته، یه بخشیش ناقصه. در این که ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و جماعت وهابی تکفیری هستند، اهل قتلند و خونریزی و مسلمان کشی شکی نیست، اما در این که اینها پایه‌گذار باشند نه، اسناد تاریخی رو نشون نمیده. احمد ابن تیمیه کسی نیست که اول بار تکفیر را در اسلام باب کرد، مسلمان کشی رو باب کرد. اولین کسی که تکفیر رو باب کرد و خون مسلمان رو مباح اعلام کرد شخص ابوبکر است. بعد از پیغمبر اکرم، بعد از آنی که ابوبکر خلافت را غصب کرد از آقامون امیرالمؤمنین فاروق اعظم، صدیق اکبر، علی بن ابی طالب علیه السلام، یه سری جنگ‌های راه انداخت تحت عنوان جنگ‌های رده که در تاریخ مشهوره، که تهمت ارتداد زدن به خیلی از مسلمان‌ها و خون اینها را مباح اعلام کردند. البته یه بخشی هم واقعا مرتد شده بودند، اما بسیاری از کسانی که ابوبکر با اینها جنگ کرد و خون اینها رو ریخت، اینا مسلمان بودن. که البته ما مفصل در برنامه کاوش 4-5 جلسه اسناد متعدد رو آوردیم که اولین تکفیری شخص ابوبکر است. حتی در کتاب صحیح مسلم هم از کتب معتبر اهل تسنن به این قضیه اشاره شده. در کتاب الایمان که من مختصرا عرض میکنم، حتی عمر خطاب هم به ابوبکر معترض است که چرا مسلمان میکشی. در طی یک روایتی قال عمر بن الخطاب لابوبکر، جمله این است: کیف تقاتل الناس، چطور با مسلمانان می جنگی و حالی اینا اهل لا اله الا الله هن؟ ابوبکر در جواب میگه چون اینها من را به عنوان خلیفه قبول ندارن، نماز می خونن اما حاضر نیستن زکات رو با من بپردازن، فقتلو. خب وهابی هم همین رو میگه، تکفیری هم همین رو میگه. وهابی و احمد ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و تمام این تروریست های امروز دارن میگن چون ما رو نمیپذیرید، چون افکار ما را قبول ندارید، شما مرتدید، کافرید، باید کشته بشید. اولین کسی که ریشه و پای گذاری کرد شخص ابوبکر است. شما از حوادث سال 11 به بعد در همه تواریخ سنی این مسئله آمده. قضیه مالک ابن نویره، این صحابی جلیل القدر پیغمبر اکرم، با 1200 نفر از جماعت قبیله شون که به فرمان ابوبکر و به اجرای خالد ابن ولید همه اینا رو گردن زدن، جرمشون چی بود؟ چرا اینا رو گفتن مرتد؟ فقط به خاطر این بود که جناب مالک ابن نویره میگفت من خلافت توی ابوبکر رو نمیپذیرم، قبول ندارم، لذا حکم ارتداد رو صادر کرد ابوبکر و گردن اینها رو زد و اینها رو مرتد اعلام کرد.
پس اصل خبر درسته، اما ریشه تکفیر، ریشه خونریزی نه دست احمد ابن تیمیه بلکه دست شخص ابوبکر ابن ابی قحافه است.